s'arrêtera là. لغو جلسه سران قوا در ایران پس از بازدید رئیس مجلس از بیماران مبتلا به کرونا. قالیباف از کارش دفاع کرد. دفتر روحانی میگوید پروتکل‌های بهداشتی نادیده گرفته شده. افزایش تلاش‌ها برای پیشبرد روند صلح افغانستان. غنی در دوحه با نماینده ویژه آمریکا دیدار کرد. عبدالله راهی هند شد. ابطال نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان در پی اعتراض‌های عمومی. رئیس جمهوری میگوید آماده کناره‌گیری است. و جشن 813مین سالروز تولد مولانا در سایه نگرانی از تخریب کامل خانقاهش در بلخ. سلام، روزتون بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در پی دیدار سرزده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از بخش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان امام خمینی تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری جلسه امروز سران قوا را لغو کرد. تصمیمی که به گفته برخی به دلیل نگرانی او از سرایت ویروس بوده. هواداران دولت اما آقای قالیباف را متهم کردند که برای بهره برداری تبلیغاتی به دیدار بیماران رفته. همزمان وزارت بهداشت ایران از اجباری شدن پوشیدن ماسک در تهران از روز شنبه خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش ریحان مظاهری. شمار قربانیان کرونا در ایران همچنان سه رقمی و رو به افزایش است. ویروسی ناشناخته که برای مردم محدودیت و دردسر است و حالا به ابزاری برای مقابله چهره‌های سیاسی و راهی برای به چالش کشیدن یکدیگر بدل شده. از جمله حضور سرزده رئیس مجلس ایران در بخش مراقبت‌های ویژه بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان امام خمینی تهران دیروز و جلسه امروز سران سه قوه که از سوی حسن روحانی لغو شده. یکی میگوید دلیل این کارش نمایش ایستادگی در کنار مردم است، اما دیگری دلیل لغو جلسه سران را اجرای پروتکل‌های بهداشتی و احتمال سرایت ویروس به روحانی می‌داند. از جمله علیرضا معزی معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران: خارج از فضای قطبی و احساسی، این التزام و اعتقاد به رعایت پروتکل هاست که مقامات را با مردم همتراز می کند و اتفاقا نقض پروتکل هاست که می تواند تصویری از فرادستی مقامات به افکار عمومی ارائه دهد. دوگانه‌ای که هواداران محمد باقر قالیباف آن را شهامت اصولگرایان در برابر احتیاط طرفداران دولت نامیدند و در مقابل هواداران دولت ضمن انتقاد از آن به عنوان حرکتی تبلیغاتی و برندسازی شخصی برای انتخابات سال 1400 یاد کردند. اونی که میگفت که من آنچنان درآمدی برای شما ایجاد بکنم که شما به این چهره تنگزار شما نیاز نداشته باشید، الان کجا سارید؟ آقای روحانی دمتون گرم که انقدر پروتکل ها رعایت میکنید. و انتقاد از عمل کرده دولت در ارتباط با اجرای پروتکل‌های مقابله با کرونا البته به این دعوای سیاسی هم ختم نشد. این بخشی از انتقاد از حسن روحانی و غیبتش در مجلس و جلسه سران قوا در تلویزیون ایران. خیلی از مردم بخوانم نمیتونن این کار را انجام بدن، چون اگه یک روز یک ساعت سر کارشون حاضر نباشن سر ماه اجارهشون نمیرسه. با وجود پروتکل‌های تعیین شده از سوی دولت، اما تعطیلی یک هفته نصف و نیمه مشاغل در برخی اماکن در تهران که از سه روز پیش آغاز شده، فرصتی شده برای عده‌ای که بار سفر ببندند و به مناطق مختلف کشور از جمله شمال ایران بروند. و درخواست ما از هموطنان توجه بیشتر به دستورالعمل‌های بهداشتی است. به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، رعایت دستورالعمل‌ها در سطح کشور حدود 60% و در تهران تنها 45% است. همزمان علیرضا زالی فرمانده مدیریت بیماری کرونا گفته در نامه‌ای از دولت درخواست شده با اعمال پروتکل‌های بیشتر از جمله سه برابر کردن عوارض بین شهری و پرداخت هزینه بیمارستان در صورت ابتلا به کرونا در سفر جلوی سفرهای بین شهری در این تعطیلات گرفته شود. درخواست مشترک ما این بوده که جرایمی که در اون نامه مندرج هست اعمال بشه که تا از سفرهای غیر ضروری در این شرایط سخت که اکثر استان‌های کشور شرایط نامطلوب و بحرانی به سر می‌برن ان شاءالله جلوگیری. اگرچه به نظر نمی رسد گوش چندان شنوایی به این پروتکل ها وجود داشته باشد. تفریح. وقت تفریح آخه، تعطیلات بمونی خونه تون.
نه بابا کرونا شایع است. با این حال به نظر میرسد دولت همچنان عزم خود را برای جدی‌تر کردن اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با کرونا جزم کرده، از جمله اجباری شدن پوشش ماسک در تهران و 6 استان دیگر از روز شنبه. بر اساس آمار رسمی 30 استان از 31 استان ایران از نظر ابتلا به کرونا در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. آمار مبتلایان 2 برابر آمار اعلام شده در مقایسه با 2 هفته قبل است. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 227 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. حالا با گذشته حدود 9 ماه از شیوع کرونا در ایران و با اوجگیری موج تازه کرونا در کشور، نه تنها این ویروس کشنده به دعوای سیاسی میان جناح‌ها بدل شده، بلکه در بسیاری از بیمارستان‌های کشور نه تخت خالی برای رسیدگی به بیماران وجود دارد و نه کادر درمان خسته پس از ماه‌ها تلاش نیروی کافی برای رسیدگی به همه بیماران دارند. ریحان مظاهری، بی بی سی. رضا علیجانی به ما پیوسته، فعال ملی مذهبی از پاریس، تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای علیجانی، کسی همه تقریبا آگاه هستن از اختلافاتی که بین حسن روحانی و محمد باقر قالیباف وجود داره در عرصه سیاست، از گذشته هم شاهدش بودند گاهی اوقات به گومگوهای این دو نفر. چقدر اتفاقی که امروز افتاده و لغو جلسه سران در راستای همین اختلافاته؟ با سلام، اجازه بدید قبلش به این نکته اشاره کنم که به چشم مردم هوشیار ایران هم آمده، اون هم نفاق رهبران ایرانه. به سوال شما برمیگردم، یعنی آقای خامنه‌ای از یه طرف آمد گفت که اینا میخوان بزرگ نمایی کنن و انتخابات رو از رونق بندازن، و آقای روحانی هم اومد گفت دشمن بزرگ نمایی میکنه که چرخ اقتصاد نچرخه و عادی سازی میکنه مدارس باز بشه، عزاداری ها حتی در مناطق قرمز هم برگزار بشه، ولی خودشون به شدت برای خودشون اینا رو رعایت میکنن. اگه تو دنیا کسایی هم بودن همینجوری فکر میکردن، آقای ترامپ و آقای بوریس جانسون، ولی اگه اینجوری فکر میکردن همینجوری هم عمل میکردن، یعنی هر دوشون هم کرونا گرفتن. ولی آقایون موقعی که به خودشون میرسه 100 برابر مردم عادی رعایت میکنن، امکاناتش هم دارن، ولی به مردم عادی میگن بیان تو خیابون فعالیت کنید و اینها. و مثلا به روز قدس که میرسه، چون حضرات برای گرفتن عکس یادگاری هم که شده باید بیان، روز قدس رو لغو میکنن. اما در رابطه با سوال شما، تو ایران همه کارن، یعنی رئیس قوه قضاییه کار وزیر امور خارجه رو میکنه، موضع‌گیری رو سیاست خارجی میکنه، رئیس مجلس کار وزیر بهداشت رو میکنه، آقای روحانی روزه میخونه توی هیئت دولت، آقای قالیباف هم خب یه رویای رئیس جمهوری داره، در قالب رئیس مجلس یک جانشین نمیتونه بگنجه، رفته بازدید کرده. حالا بعضی اینو تله میدونن، حالا ممکنه واقعا باشه یا نباشه، اما عملا نمایشی رو دارن جلوه میدن از یک فردی که حاضر یراق فرض و حاضر در صحنه است و قویه، با یه رئیس جمهور راحت طلب و تنپرور که البته این جفتش هم عاری از حقیقت نیست، ولی مصداق غلطیه برای اون مفهومی که میخوان تبلیغ کنن. یعنی به جای اینکه پروتکل ها رو رعایت بکنن، خودشون به این دامن میزنن. حالا این جلسه سران قوا هم خب میدونیم یه چیز فراقانونیه، هیچ منشأ و مبنای قانونی به جز دستور آقای خامنه‌ای نداره. اینم خب یه نمادی از یه نظامی که مثل یه جوراب لنگه به لنگه هی بایستی وصل پینش کرد، یعنی در حال و این نشون میده سیستم کار نمیکنه. بنابراین یعنی آقای علیجانی فکر میکنید که ببخشید حرفتون رو قطع کنم، آقای علیجانی فکر میکنید که آقای قالیباف هم عملا داره همون کاری رو میکنه که رئیس جمهوری نمیخواد بکنه، یعنی حضور در جایی که او حاضر نیست بره؟ ببین، آقای قالیباف برای این که به ریاست جمهوری برسه حاضره تو دهن شیرم بره، یعنی حاضر ریسک بکنه. این تیپای ریسک پذیری هم هستن. اما اون این جلسه سران قوای که حالا به این بهانه یا به این عنوان تعطیل شده، این جلسه خوب اصلا شأن قانونی نداره، یعنی یه دعوای سر موضوعی که اصلا شأن قانونی نداره. یه جلسه ایست که آقای خامنه‌ای به صورت هیئتی در واقع این جلسه رو به شأن قانونی داده. تو ایران هر مشکلی که برخورد بکنن یه ستاد و سمینارش براش میذارن و این نشون میده که خب مشکلات کشور اینجوری حل نمیشه. ولی همین چیزایی که مبنای قانونی نداره، فراقانونی، خودش منشأ یک رقابت سیاسی شده. طنز تلخ هم اینجاست، 3 نفری که همدیگر رو متهم به فساد و به اصطلاح نالیاقتی میکردن، حالا باید دور هم جمع شن
و کشور رو مشکلاتش رو حل کنن. مثل دو تا عضو شورای نگهبان که همدیگر رو به بی‌مدیریتی و بی اخلاقی متهم میکردن و میخواستن صلاحیت دیگران رو تایید بکنن و این خب متاسفانه یه نمادی است از وضعیتی که مدیریت کشور ما و این جوراب لنگه بلنگه جمهوریت و ولایت که مرتبا وصل پینش میکنن در این صحنه هم خودشون نشون میده. ممنونم از شما رضا علیجانی، فعال مری مذهبی از پاریس با ما. در بیانیه مشترک 26 کشور از جمله ایران، چین و روسیه از آمریکا و کشورهای غربی خواستند تا تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهای دیگر را لغو کنند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند تحریم‌های یک جانبه مقابله با گسترش کرونا را سخت کرده و خواهان همکاری و همبستگی جهانی برای مبارزه با این اپیدمی شدند. در این بیانیه آمریکا به نقض حقوق بشر و همچنین تبعیض نژادی متهم شده. در آمریکا یک دادگاه فدرال ایران را به پرداخت 1,450,000,000 دلار غرامت به خانواده رابرت لوینسون شهروند آمریکایی محکوم کرده. او که از ماموران پیشین پلیس فدرال آمریکا بود، 14 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که منجر به یافتن او شود، 20,000,000 دلار جایزه تعیین کرده. بیمارستان جم تهران گفته شرایط بالینی محمد رضا شجریان تغییری نکرده. آقای شجریان دوشنبه به علت کاهش سطح هوشیاری مجدداً به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. او پیشتر هم در ماه مرداد به همین دلیل 10 روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود. محمد رضا شجریان استاد آواز ایران 80 سال است و از 5 سال پیش به سرطان مبتلا شده. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای از وضعیت فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده. و همچنین از مسئولان ایران خواسته به علت شیوع کرونا تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنند. در این بیانیه آمده زندانهای ایران به دلیل وضعیت بد بهداشتی و کمبود آب آشامیدنی و مواد پاک کننده در شرایطی بحرانی قرار دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به قطر رفته، عصر دیروز با زلمای خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و ژنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور دیدار کرد و درباره لزوم برقراری آتش بس با طالبان گفتگو کرد. دو طرف در این دیدارها از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند و آقای خلیزاد گفت تلاش‌ها با هدف کاهش خشونت‌ها ادامه دارد تا منجر به آتش بس دائمی و همه‌جانبه شود. همکارم علی حسینی از کابل به ما پیوسته. علی، امروز خبرهای تازه‌ای حداقل کم و بیش به نظر می‌رسید، به گوش می‌رسه از دیدارها یا مذاکراتی که در دوحه در جریان، کمی راجع به اون پیشرفت‌ها بهمون بگو. خب تازه‌ترین خبر در رابطه با صحبت‌های آقای غنی در یک انستیتیوت مطالعات منازعه است در دوحه صحبت کرده. میشه گفت که بخش عمده از صحبت‌های آقای غنی به نحوی در رابطه مخاطبش طالبا بودن، از جمله ای که گفت که از طالبان خواست که بر اساس اصول اسلامی بحث کنن یا میخوان روی توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان منعقد شده روی کدام یک، بعد دعوت کرد طالبان که بیان در چارچوب اسلام بحث کنن و همچنین چارچوب اسلام بر اساس همین چارچوب اسلام راه حل پیدا کنه. یک موضوع دیگری که آقای غنی به او اشاره کرد، که وی گفت که من اولین نفری هستم که هر صبح در رابطه با تلفات جنگ به او گزارش داده میشه و به نحوی گفت که اولین شخصی است که بیشترین تاثیرات جنگ را در افغانستان متوجه میشه. موضوع دیگری که اشاره کرد آقای غنی، گفت که هر توافقنامه‌ای که در قطر صورت میگیره باید از طرف پارلمان افغانستان، از طرف مردم افغانستان بر اون مهر صحت گذاشته بشه، در غیر آن صورت چندان ارزشی نداره. به نحوی سو اشارهش به این بود که باید نظر نمایندگان و پارلمان افغانستان هم در رابطه با او چیزی که از مذاکرات فعلی قطر میبرایه باید لحاظ بشه. موضوع دیگری که آقای غنی به او اشاره کرد، گفت که 75% جمعیت افغانستان زیر سن 30 سال هستند و اینا افرادی هستند که دوره طالبان را تجربه نکردند و طالبان باید آنها را درک کنند. یک موضوع دیگر هم اشاره کرد که خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که گویا دو طرف بعد از حدود 3 هفته جر و بحث تانستند که طرز العمل مذاکرات را نهایی کنند، اما بعد هر دو طرف این موضوع را رد کردند و گفتند که هنوز به نهایی سازی طرز العمل مذاکرات دست نیافتند. ممنونم از علی حسینی همکارم از کابل با ما.
در پی بازدید روز گذشته مجلس رئیس مجلس ایران از بیماران مبتلا به کرونا، حسن روحانی جلسه امروز سران قوا را لغو کرد. در ادامه تلاش‌ها برای پیشبرد روند صلح افغانستان، محمد اشرف غنی در دوحه با نماینده ویژه آمریکا دیدار کرد و عبدالله عبدالله به هند رفت. در ادامه این برنامه، رقص و شعر و موسیقی در سالروز تولد مولوی. در پی لغو نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات در این کشور، سورونبای جینبکوف رئیس جمهوری این کشور در گفتگوی تلفنی به بی بی سی گفته آماده است از قدرت کنار رود. دیروز معترضان به نتایج انتخابات در قرقیزستان ساختمان پارلمانی این کشور که دفتر کار رئیس جمهوری هم هست را تصرف کردند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. کاخ سفید در قرقیزستان که هم ساختمان پارلمان است و هم دفتر ریاست جمهوری، اما حالا طعمه خشم معترضانی شده که نتیجه انتخابات پارلمانی را قبول ندارند. میگویند تقلب شده و باید ورق برگردد. ابطال نتایج انتخابات. دروازه های ورودی کاخ شکسته و معترضان داخل ساختمان شدند. این دفتر سورونبای جینبکوف رئیس جمهوری قرقیزستان است. در اختیار معترضانی عصبانی که تصویری متفاوت از آینده سیاسی کشورشان می‌خواهند. می‌گویند احزاب نزدیک به رئیس جمهوری خارج از چارچوب عمل کردند و رأی خریدند. ادعایی که ناظران بین‌المللی تایید کردند. و این هم صحنه پارلمان که در تصاحب معترضان است. آقای جینبکوف که حالا در مکانی نامعلوم است، گفته حاضر به کنار گیری است. بعد از آنکه کمیسیون انتخابات نتیجه رأی گیری یک شنبه گذشته را باطل اعلام کرد. تظاهرات از دیروز شروع شد. یک روز پس از اعلام نتایج، معترضان به خیابان‌ها ریختند. و نیروهای امنیتی با گاز اشکاور، خودروهای آب پاش و شلیک پاسخ دادند. احتمالاً با این گلوله‌های پلاستیکی و این آثارش روی بدن معترضان. آقای جینبکوف میگوید به نیروهای امنیتی دستور داده به معترضان شلیک نکنند، اما یک نفر کشته شده و 600 نفر زخمی. معترضان در نهایت موفق شدند میدان اصلی بیشکک، پایتخت قرقیزستان را تصرف کنند و به سمت کاخ سفید بروند. دیشب موفق شدن رئیس جمهوری سابق را هم که زندانی بود آزاد کنند. الماسبیک آتامبایوف به اتهام فساد در بازداشت بود. این نماینده سابق پارلمان هم که دیشب از زندان آزاد شده، امروز در میدان اصلی شهر بود. از معترضان می‌خواهد که جایی را غارت نکنند. قرقیزستان بخشی از شوروی سابق، کشوری است در آسیای میانه که هم پیمان روسیه است. خبری بد برای ولادیمیر پوتین. ناآرامی در دومین کشور متحدش بعد از بلاروس که همچنان درگیر تظاهرات است پس از انتخابات مناقشه برانگیز دو ماه پیش. معترضان میگویند فقط 4 حزب نزدیک به رئیس جمهوری وارد این ساختمان شدند از مجموع 16 حزب. آقای جینبکوف وعده داده با رهبران همه احزاب دیدار کند به امید اینکه این تظاهر کنندگان از اعتراض دست بکشند. اما معترضان میگویند فعلا خیال ترک میدان را ندارند. پرهام قبادی، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد همکارم احسان زربان از لندن به ما پیوسته. آقای زربان، چقدر میشه حرف آقای جینبکوف رو که به بی بی سی گفته حاضر به کنار گیری است جدی گرفت؟ حوادثی که در قرقیزستان اتفاق میفته باری مسئول نیست. رئیس جمهور از مقام خودش کنارگیری میکنه. این در سال 2005 هم بود که اسکر آقایوف رئیس جمهوری وقت در جریان انقلاب رنگی مجبور به کنارگیری شد و کرمانبیک باقیوف رئیس جمهوری دیگری قرقیزستان در سال 2010 در ماه آوریل اون هم از قدرت کنار است و به همین خاطر می شود پیش بینی کسی آقای سورونبای جینبکوف از قدرت کنار برود.
و قرقیزستان کلا به کدوم سو داره میره الان؟ خب قرقیزستان یکی از متفقین اصلی و همپیمانان اصلی روسیه هست و روسیه در قرقیزستان پایگاه نظامی داره و امروز وزارت خارجه روسیه هم با یک نشر یک بیانیه از جانب های درگیر در بحران قرقیزستان خواسته که کشتنداری از خودشون بکن چنان ثبات و امنیت و در امنیت رو در کشور و از دیگر تحولاتی که امروز می شود اضافه کرد این است که کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان امروز اعلام کرده که ظرف دو هفته دیگر انتخابات جدید برگزار می شود. همچنان شورای هماهنگی مخالفین که حدود 13 حزب مخالف دولت قرقیزستان شامل اون هستند و اکثرشون طرفدارای رئیس جمهوری سابق قرقیزستان الماسبیگ آتنبایف هستند، خواستاری برکناری رئیس پارلمان و تأسیس کابینه مورد اعتماد مردم شدند. ممنونم از شما احسان زربان از لندن با ما و پوا پوزش بابت کیفیت پایین صدا. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جمهوری آذربایجان رو به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در قره‌باغ متهم کرده و گفته این بمب‌ها ساخت اسرائیل هستند. جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان را به آتش باران مناطق غیر نظامی قره‌باغ متهم کرده. در همین حال ایران درباره احتمال اصابت دوباره خمپاره‌های طرف‌های درگیر به خاک این کشور هشدار داده. الکسی ناوالنی مخالف سرشناس دولت روسیه گفته معتقد مسکو او را تهدیدی در جریان انتخابات پارلمانی سال آینده در این کشور به حساب میاره و به همین دلیل او مسموم شده. او حدود دو ماه پیش با نوعی ماده سمی مختل کننده سیستم عصبی در سیبری مسموم شد و نهایتاً در بیمارستانی در برلین بستری شد. برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال معرفی شدند. جایزه امسال به صورت مشترک به راجر پنروز از بریتانیا، رینهارد گنزل از آلمان و آندریا گز از آمریکا اهدا شد. این سه دانشمند به خاطر پژوهش‌هایشون در زمینه درک سیاه‌چاله‌ها و کشف شیئی با جرم بسیار زیاد در مرکز کهکشان راه شیری برنده جایزه نوبل شدند. دولت آلمان قرار است نتیجه تحقیقی را منتشر کند که در آن میزان نفوذ راستگرایان افراطی در نیروهای امنیتی این کشور بررسی شده. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات داخلی آلمان، این سازمان تاکنون 350 مورد مشکوک به راستگرایی افراطی را در نیروهای پلیس شناسایی کرده. فرستادن نامه‌های تهدیدآمیز به سیاستمدارها و به اشتراک گذاشتن عقاید نازی‌ها در فضای مجازی از جمله این موارد بوده. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس حزب حاکم محافظه‌کار گفته تا 10 سال دیگه انرژی تمام خانه‌ها در این کشور از طریق انرژی بادی تأمین میشه. آقای جانسون این تغییر رو انقلاب صنعتی سبز نامیده و همچنین گفته بریتانیا نمیتونه به شرایط قبل از کرونا برگرده، اما با بهبود سیستم حمل و نقل و ساختن خانه‌های جدید این کشور به مکانی بهتر تبدیل میشه. دولت سنگاپور گفته به خانواده‌هایی که در دوران کرونا صاحب فرزند بشن پاداش نقدی میده، هرچند که میزان این پاداش هنوز اعلام نشده. دولت این کشور پیشتر هم مزایایی برای تشویق به فرزندآوری در نظر گرفته بود، از جمله پرداخت حدود 8000 دلار کمک هزینه. با این حال شیوع کرونا و شرایط بد اقتصادی در سنگاپور خیلی‌ها را از بچه دار شدن منصرف کرده. در بلخ 813مین زادروز مولوی جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف نامدار فارسی زبان جشن گرفته شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای گرامی داشت مولوی این هفته را هفته فرهنگی بلخ نام گذاشته. بازخوانی اندیشه های مولوی، رقص سما و موسیقی، شعرخوانی، نمایشگاه خطاطی و نقاشی از جمله مهمترین بخش های مراسم بوده. حمید فهیم خبرنگار بی بی سی هم در مزار شریف به این مراسم رفت. جشن تولد خداوندگار بلخ در زادگاهش، رقص سما که با نام مولانا جلال الدین گره خورده، در
در آیین صوفیان شور و اشتیاق عاشق در برابر معشوق را نشان می دهد. روز شب را همچو خود مجنون کنم، روز شب را کی گذارم روز شب. ده ها نفر از شیفتگان مولانا یک روز تمام از مولانا گفتند و شنفتند. تعداد اندک اجازه اشتراک در این جشن را یافتند به دلیل تهدیدات امنیتی. ما میبالیم به این که متنین عارفا و شاعرای بسیار بزرگ داریم که به سطح جهانی مشهور هستند و با اشعارشان میتونن روح ما را آرام بسازن، و در صورتی که ما از اینا استفاده کنیم میتونیم که همی فرهنگ سال دوستی را در بین هموطنان خود ترویج کنیم و به جنگ بس بگوییم و همی خشونت ها را کنار بگذاریم. اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان از بیمهری دولت در برابر مولوی گلایه دارند. متاسفانه خالقای مولانا هنوز به عنوان یک مخروبه باقی مانده و هیچ بار حکومت افغانستان و هیچ نهاد دیگه برای بازسازی از اون تلاش نکردن. هنوز متاسفانه مولانا بر شهروندان بلخ به عنوان یک آدم غریب و ناشناس مطرح است. هنوز در مورد اندیشه مولانا، هنوز کرسی مولانا شناسی در این جای ایجاد نشده، هنوز بنیاد به نام مولانا، هنوز نشان و مدال به نام مولانا متاسفانه ساخته نشده. حکومت افغانستان سال گذشته برای جلوگیری از تخریب کامل خانقاه پدر مولانا در بلخ چتر حفاظتی ساخت، اما کار بازسازی آن را که کشور ترکیه بر عهده گرفت به دلیل ناامنی توقف داد. نمایشگاه نقاشی، خطاطی، کتاب و همایش علمی و فرهنگی آثار مولانا از دیگر بخش های این جشن بود. ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا میکنید. با باور بسیاری ها در شرایطی که قرائت های مختلف دینی جنگ افغانستان را گرم نگه داشته، کار بر سر آثار مولانا در دانشگاه های افغانستان می تواند راه میانه ای را ترسیم کند. حمید فهیم، بی بی سی، مزار شریف. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری و ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.